کلاهبرداران جدید با ظاهر و رنگی فریبنده، مثل کلاهبرداری در بازی‌های رایانه‌ای. پری که حمایت مالی داشته از این گیمر، از این استریمر 460,000 تومان بوده. مسلماً کتابخوانی و آموزش بازی‌های فکری به فرض. لایو استریم و استریمر، موضوعی که الانه خیلی بولد شده و برچسب کلاهبردار بهش خورده، اتفاقات جالبی داخلش میفته. لایو استریم یعنی چی؟ لایو استریم یعنی پخش زنده که معمولا طرف با استفاده از نرم افزاری مثل OBS با اینترنت نسبتا خوب میشینه جلوی دوربین و هنرش رو به نمایش میذاره، که حالا این استریم میتونه استریم گیم باشه، تحلیل و بررسی یه اتفاق باشه، موسیقی باشه یا هر چیزی که فکرشو میکنه. چیز جالبی که در مورد استریم هست اینه که به صورت زنده برگزار میشه و این زنده بودن میتونه کار دست خیلی‌ها بده، چون کات و ادیتی توش وجود نداره. علاوه بر این که این کار برای سرگرم کردن و گذروندن وقته، حالا چه برای کسب مهارت و آموزش، چه برای خندیدن و پر کردن وقت، اون شخص استریمر یا کانتنت کریتور یه درآمدی رو از مخاطبانش به دست میاره که اون مخاطب برای حمایت و دووم کار اون کانتنت کریتور یا حتی نشون دادن کار خودش یا در مجموع حال میکنه با طرف، یه مبلغی رو به طرف میده به نام دونیت، تا طرف از کاری که داره انجام میده دل سرد نشه. و توی یوتیوب این قالب وجود داره با نام جوین و توی تویچ با نام سابسکرایب شناخته میشه. سایت های خارج از پلتفرم هم وجود دارن که این کار رو انجام میدن، مثل ریمی. چیزی که شما دارید میبینید در قالب یک ویدیو روش کار شده، سناریو چینی میشه، اطلاعات جمع‌آوری میشه، این اطلاعات رکورد میشن، ادیت میشن، افکت روشون پیاده میشه و در آخر ویدیو سرهم میشه و رندر گرفته میشه تا یه ویدیویی درست بشه. بعد میرسیم به مقوله جذاب آپلود، که اگه ویدیو رو برای یوتیوب درست کرده باشید، باز پیرو و قوانین یوتیوب یا هر پلتفرمی که دارید فعالیت میکنید باشید. در غیر این صورت اون ویدیو یا بلاک میشه یا درآمدش قطع میشه، که عملاً کل این پروسه زمانگیره و شاید برای درست کردن یه ویدیو با شرایط اینترنت ایران کمی کم 2 روز طول میکشه. حالا یکی اومده این وسط میخواد حمایت مالی کنه از طرف، چه میدونم 5 تومن یا 10 تومن شده کلاهبردار. میدونید چرا چنین حرکتی رو زدن؟ چون پول تو جیب خودشون نمیره زیاد، واسه همین میگن طرف داره اینجوری پول در میاره، علاوه بر مالیاتی که داریم ازش میگیریم چرا چیز بیشتری به ما نمیده؟ ما عوض این که بیایم خودمون رو آپدیت کنیم، میزنیم کل سیستم رو از ریشه میخوش کنیم، که قطعاً این عزیزان احمقی که به خودشون جرأت میدن به کلی جوون این مملکت تهمت بزنن، همشون یه شرکتی، یه کارخونه، یه چیزی دارن، عوض این که بیان پیشنهاد کاری و اسپانسری بدن که هر دو سمت رشد کنن، میان همون که اول داستان گفتم، میان نابود میکنن و میرن. قطعا خودتون بیشتر از من متوجه این داستانا هستید و یه پا استادید. زیاد خوشم نمیاد نق بزنم، اما این مشکل به وجود اومد، مشکل رو مطرح کردیم، تا جایی که ذهن من جواب میده راهکارش رو هم گفتم. کسی که قرار باشه بفهمتش میفهمتش، و قطعا یه مشکل رو هی تکرار کنیم و هیچ راه حلی نداشته باشیم، اون مشکل عادی میشه. و این بحث به نظر من اینجا کارش تمومه. و اینکه یه اتفاق جالب توی استریم زیور وودز افتاده، بریم بخشی از این استریم رو ببینیم. He's talking about the scoreboard. No, I'm serious. What? I'm trying to do something here. I'm playing a video game. I'm trying to concentrate because I have a Zoom meeting and you're not respecting that. Your dad is I can't hear what's going on, but I think Mace is getting yelled at. Naked looks like and you're screaming the whole time. I'm trying to play this. I'm in the championship. You're screaming too loud. I can't concentrate. Just respect that. Honestly, when I asked you guys to take care of everything, I wasn't expecting you to like take it over here. Can I get back to it? Please. Please. Thank you. Hey, Miz. Miz. Hey, Jake. You just got schooled twice. You just got schooled twice. Did you just get scolded? Did you just get scolded? Very funny, guys. I'm funny. Wow. I think you just got schooled twice. Once by Breeze and once by his wife. Wow. Incredibly uncomfortable. Whoa. Whoa. Keep it down, man. You get that double service. Keep it you got that down. Double service. Where you serve. Double. And also. Wow. She's still yelling. She's still yelling at him. She's still yelling at him. Hold on. Hold on. Fish. Yo. I promise I will get it. Okay, can I just finish this, please? Can I finish this, please? All right, let's go. I'm back. Hey, is she out of the room? Is she Are you okay? Are you good to go or no? Is she out of the room? She gone? I just want to let her know you don't ever talk to me like that ever again, all right?
But she ain't in the room. Yeah, are the kids allowed to play again? Are the kids allowed to play again? You guys done? You done? Yikes. All right, go. Yikes. Hey, Breeze, make it quick. You might need to go to bed soon. Busy stuff. آخ داغ دل خیلی تازه شد. دمیز داشت با بچه ها بازی میکرد که همسرش یعنی ماری صداش در میاد و میگه چه خبر انقدر داد و بیداد میکنین، جمع کن کاسه گوزت. به خاطر همینه که میگم اگه میخواین گیمر بشید و گیمر باقی بمونید باز قید ازدواج رو بزنید. به هر حال ماری توی استریم جلوی کلی آدم دمیز رو سکه یه پول میکنه و نشون میده که رئیس خونه کیه. از این لحظات شیرین رو خیلیامون تجربه کردیم، مثلا وسط گیم آنلاین خانواده میگه استو کن بیا. برحال این زوج امیدواریم به خاطر گیم زدن از هم جدا نشن و به یه توافقی برسن. توی این استریم دمیز نه تنها برای یک بار با خاک یکسان میشه، بلکه برای دو بار این اتفاق براش میفته و این بار تایلر بریز بلای سر دمیز میاره که اگه با آفتابه شیر موز بخوریم و اینجور زای نشیم کلامون رو باز بندازیم بالا. میز، I heard that you're going to be in the sequel to Evil. It's called See No Talent. I am the most talented person in the world. People, leave him alone. Brown, leave him alone. دمیز نزدیک چلچلی شد و دو فرزند داره و 8 بار قهرمان کارمند اینترکانتیننتال شده و در حال حاضر به همراه جان ماریسون توی شوها حضور پیدا میکنه. یکی دو روز دیگه پیپرویو اکستریم رولز 2020 که قراره شو ترسناکی باشه برگزار میشه. این پیپرویو هم به دلیل ویروس کرونا بدون تماشاچی روی آنتن میره. برای این پیپرویو تا به الان 7 مسابقه ثبت شده. درو مکینتایر در مقابل زیگلر، سر کارمند WWE چمپیونشیپ، که به نظر من توی این مسابقه درو مکینتایر میتونه از عنوان قهرمانیش دفاع بکنه و زیگلر شکست میخوره. آسکا در مقابل ساشا بانکس، سر کارمند زنان راکی، مسابقه سه حالت داره، یا اینکه با دیسکوالیفیکیشن به اتمام میرسه و یا اینکه آسکا از عنوان قهرمانیش دفاع میکنه و اگه ساشا بانکس برنده بشه تمام کارمندان زنان در بالاترین سطح دست ساشا بانکس و بیلی میفته که این اتفاق به نظر من بعیده. بیلی در مقابل نیکی کراس، سرکارمند زنان اسمک داون، این شانس بزرگیه که به نیکی کراس دادن تا خودی نشون بده و ممکنه نیکی کراس قهرمان جدید کارمند زنان اسمک داون بشه. برون استرومن در مقابل بری وایت، نوع مسابقه وایت سوام فایت که به وجود اومدن این مدل مسابقه تنها از ذهن مریض بوکرها به وجود میاد، مثل مسابقه بون یارد مچ. توی این مسابقه قراره که بری وایت توی کاراکتر قدیمی خودش به عنوان رهبر وایت فامیلی در مقابل بران قرار بگیره. ریم استریو در مقابل سترولینز، نوع مسابقه چشم در مقابل چشم که اسم این مسابقه رو میشه گفت از AEW اسکی رفتن و تنها راه برنده شدن توی این مسابقه اینه که چشم یکی از دو کشتیگیر در بیاد که تو نوع خودش جالبه. و به نظرتون ریم استریو چشمشو از دست میده یا سترولینز؟ آپولو کروز در مقابل MVP، سر کارمند یونایتد استیت، همونطور که میدونید ظاهر کارمند یونایتد استیت تغییر کرده که قطعا توی این مسابقه بابی لشلی در کنار MVP ممکنه حضور پیدا کنه. نیودی در مقابل سزارو و ناکامورا، سر کارمندان تکتیم اسمک داون، نوع مسابقه تیبلز مچ که توی این نوع مسابقه برنده زمانی مشخص میشه که تونسته باشه حریفش رو روی میز بندازه و میز بشکنه. به نظرتون برندگان این مسابقات چه کسانی خواهند بود؟ نظراتتون رو کامنت کنید. هر کی که زودتر بتونه پیشبینی نزدیک به واقعیتی داشته باشه کامنتش زیر همین ویدیو پین میشه و برای اینکه ممکنه چند نفر حدسشون درست باشه، اونی که زودتر از همه کامنت داده و کامنتش رو ادیت نکرده انتخاب میشه. پیپرویو هارر شو اکستریم رولز 2020 رو گزارش و بررسی خواهم کرد، پس به هیچ عنوان گزارش این پیپرویو رو از دست ندید. امیدوارم روز خوبی رو شروع کرده باشید. ویدیو رو لایک کنید، برای دوستانتون بفرستید و اگه جدید هستید چک کنید و مطمئن بشید که کانال یوتیوب من رو سابسکرایب کردید و زنگوله کانالش رو فعال کنید. در ضمن با استفاده از raymit.ir/thegame666 میتونید منو حمایت کنید. مثل همیشه تا ویدیوی بعدی مراقب زیباییاتون باش.